بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و اکرم الشفعاء سیدنا ابی القاسم محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، دنباله این خطبه رو که در تقوا بود یه قدری براتون عرض بکنم، انشالله از برکاتش انشالله منتفع شویم. بله، امام علیه السلام دیشب و پریشب براتون خوندیم که تقوا رو برای ما وصف می کند، که تقوا این خصوصیات رو داره. الان اومده دستور میده، امر میکنه، یه طبیب جهان است امیرالمؤمنین سلام الله علیه. همینطور که طبیب یه دوا رو اول وصف میکنه، بعد میگه پس شما از این دوا استفاده کنید. اول وصف دواست، بعد میگه استفاده کنید. حالا اینجا الان میفرماید فجعلو. خیلی خوب، حالا که اینطور شد، تقوا اینقدر مهم است. فجعلو تقوا الله شعارن دون دسارکم. خب تقوای خدا را شعار قرار بدین، یعنی دون دسارکم یعنی چی؟ میگه الشعار من الثياب ما یل الجسم. شعار از لباسا به لباسی میگن که میچسبه به تن، اولین لباسی که دیگه میچسبه به پوست آدم. دقت فرمودید؟ و دسار فوقه، از روی اون یه چیزی بپوشن میشه دسار. توجه فرمودین؟ میگه اینو دسار قرار ندین، یعنی سطحی برخورد نکنیم با تقوا. اینا همش تشبیهاتی است که میخواد مطلب رو برسونه و الی صحبت لباس نیست. الان انشاءالله در قسمت‌های بعدی متوجه میشید که میگه یعنی سطحی برخورد نکنید، اصلا تقوا رو بچسبونید به خودتون. یعنی اون اولین لباس که آدم میپوشه به اون میگن شعار، اون چه از روی اون میپوشن دسار اسمش. پس سه نقطه میگه اراده انها تکون مباشرتن لکن فی الاحوال کلها خاصتن بکن. میخواد بگی یعنی در همه حال این تقوا را داشته باشید. تقوا فقط این نیست که آدم توی زیر دوش زیاد بمونه، اون ضد تقواست. دختر خانمی که یا آقا پسر یا هر کس، حالا آقا یا خانمی که زیر دوش خیلی میمونه، این تقوا نیست، این اسیر شیطانه، این بیماره، باید خودش علاج کنه. توجه فرمود؟ من در مورد وسواس خیلی حرف زدم دیگه نمیزنم. هی میان میگم بابا نوار شده، برید نواراشو ببینین دیگه، سی دی شده نمیدونم. حالا من چون قدیمی ام میگم نوار، سی دی شده بابا، ببخشید مثلا بروز حرف بزنیم. الا کل حال نزبط شده، برن دیگه تهیه کنم ببینم. میگفت یکی میگفت نه من میخوام خانمم بیارم خدمتتون. گفتم آقا ببین عزیز من، اگه شون بیارید من بیش از اونه که در اونجا گفتم ضبط شده بیش از اون حرفی ندارم. که این خدمتتون یعنی چی؟ مگه من جادوگرم مثلا؟ یعنی هم چیکار کنم؟ همه حرفا رو زدیم دیگه، طلبه ایم، حرفا رو زدیم. وسواسی باید از یک روز خودش شروع کنه. از قول مرحوم پدرم اعلی الله مقامه گفتم مردم، آقا ایشون در جوانی وسواس داشته، عالم هم بوده، حالا چه زبان حالش بوده یا مقالش بوده، یک روز ببین. گفت به شیطان گفتم من میخوام کافر بشم، همیشه نجس بمونم، به تو مربوط نیست. هم تمام شد دیگه، تمام شد. آقا من میخوام کافر بشم. خانم اینجوری بگو و الا ساختمان یخ میکنه. چه دختر فلان کس زیر دوش هیچی نگین، دلش میشکنه. اون تو ساختمان یخ کرده. این تقوا شد یعنی؟ اون تقوا نیست، این ضد تقواست، این شیطونه. از میخواد بگه در هر حال تقوا داشته باشیم. بعد میاد اصلا بالاتر از شعار، اینجا میگه که شعار قرار بدین، بچسبونیم به خودتون. نه و دخیلن دون شعارکم. گفتم همه اینا تشبیهاتی است که ما مطلب رو دریابیم. میفرماید که اصلا حتی کاری بکنید داخل پوستتون بشه،
یعنی چی؟ یعنی خیلی خیلی به خودتون نزدیک کنید. میگه که بله الدخیل هو الذی یداخل الرجل و یلابسه فی جمیع اموره و الدخیل بن الثياب ما کانت دون الشعار المراسق للجسم. حتی اون لباسی که میپوشید اول لباسه از زیر اون این قرار بده، حتی از اون بالاتر و لطیفا بین اضلاعکم. اصلا تقوا رو یه کاری بکنید بره توی استخوناتون، توی این سینتون، قفسه سینتون، اصلا بره تو جونتون. یعنی میخواد بگه خیلی ملازم باشین، و الا اینا گفتم همش تشبیه. امام علیه السلام در نهج البلاغه از این تشبیهات داره. مثلا شما نگاه کنید در وصف یه مش آدمای منحرف و دور از خدا، حضرت یه تشبیهی داره، هم تو هم نهج البلاغه است. دقت بکنید، می‌فرماید که لقد باز و فرخ فی صدورهم. یعنی چی؟ یعنی شیطان در سینه های اینا تخم گذاری کرده، جوجه در آورده. عجب، ببین نگاه کنید هست دیگه. لقد باز، ضمیر به شیطان برمیگرده، تخم گذاری کرده و فرخه، یعنی فرخ یعنی جوجه، و فرخه فی صدورهم. خب یعنی چی؟ الان بریم این سینه این آدم بعد رو بشکافیم که بریم جوجه هاش بشماریم؟ بابا تشبیه عزیز من. آخه مرغ وقت که جوجه در بیاره تکون نمیخوره از اون موضع، میخواد بگی یعنی انقدر شیطان ملازمه ایناست. بعد جمله بعدش آدم تنش میلرزه، میفرماید فنطق بألسنتهم، با زبانی نه حرف میزنه. این داره حرف میزنه ها، ولی این در واقع بلنگوس شیطان حرف میزنه، این دهانش در اجاره شیطانه. و نظر به اعیونهم، با چشم اینا نگاه میکنه، العیاذ بالله. اون وقت برعکسش، الله اکبر، این بشر چه میتونه بشه؟ از اون طرف بشر به جای میرسد، در اون بحث قرب نوافل گفته شده که میگه بندم به جای میرسد که من چشمش میشم، من گوشش میشم. الله اکبر، سبحان الله. بعد به جای میرسه که میشه چشم خدا. توجه کرد؟ امام زمان را که زیارت میکنید میگید السلام علیک یا عین الله فی خلقه، سلام بر تو ای چشم خدا. در زمان خلافت خلیفه دوم، بله اهل تسنن نوشتن، جمع میکنم شعرانی نوشته باشه، میگه حالا اونا نوشتن که خلیفه در زمان خلافت خلیفه دوم، ایشون هم تو مسجد الحرام بوده، امیرالمومنین هم در اونجا بوده. بعد آقا دیده بود که یه نفر آمده در محل طواف اطراف کعبه ایستاده، یه جوانیه، این زنا را خیلی ورانداز میکنه، اصلا همش کدومشون بلندن، کدوم کوتاهن، کدوم چاقن، کدوم لاغرن، همینطور. آقا یه ضربه زد به کتف این به یه جای دیگه، یه تنبیهی کرد. چیه؟ فرمود اینجا چه بلحجه بلحوثی نیست، اینجا به نوامیس مردمه، چی اینجوری میکنی؟ به تنبیهی. این دید که بله خلیفه دوم تو مسجد نشسته، خاص خودشیرینی کنه. بعضی ها خیلی خودشیرینن، خودشیرینی میکنن. رفت گفت شما خلیفه مسلمین هستیم، به خلیفه دوم گفت اینجا دم مطاف ما رو میزنن. گفت چی تو رو زد؟ گفت علی ابن ابی طالب. گفت خیلی خوب ایستم، من پیداش میکنم، یا الان خودش این تشمیره اینجا، حالا من میگم ببینم چی. امیرالمومنین همونجا پیداش شد. خلیفه آمد، یا علی، این جوان میگه شنو زدین شما؟ داشت طواف میکرد. حضرت فرمود طواف نمیکرد، داشت چشمچرانی میکرد و بلهوسی میکرد، من تنبیهش کردم. خلیفه برگشت. خب میبینید ولله جنود السماوات والارض، جند خدا فقط سیل و زلزله و باد نیست. یه وقت دیده زبان یک نفر استخدام شد، خدا اینجا زبان این شخص استخدام کرد.
خلیفه نگاه کرد به این مرد، گفت از کی شکایت میکنی پیش من؟ از علی؟ خیلی جالبه. گفت رأت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا دیده دست خدا بزده، برو دنبال کارت. توجه کردید این بشر که به اینجاها میرسه در اثر تقوا؟ البته حالا اون حدیث قرب نوافل است که حضرت حق میگه من چشمش میشم گوشش میشم، خب همینطوره واقعا. خلاصه بالاتر از اون میرسه میشه چشم خدا، بهش میگن یا عین الله. در از اینا تشبیهاته که اینا وقت در نشر بلاغه میبینید، همه اینا تشبیهاته. و لطیف هم بین اضلاعکم، اصلا بذارین بین این بنده های بدنتون، بره زیر این دنده هاتون، اصلا این تقوا بره تو جونتون، یعنی اینقدر ملازمش باشین، اینقدر مواظب باشین. و امیرن فوق امورکم، دیشب عرض کردم خدمتتون، تقوا را امیر فوق همه کاراتون قرار بدید. همه چیز ملاکش تقواست، اگه با تقوا نسخت اونو رهاش کنید. دیشب گفتم خدمتتون، ای خدا بیامرزم فلان کس اینطور میگفت و آقا بزرگ اینطور میگفت و اینا، رها کنیم، ملاک بدی نباشه. خب و شفیعا لدرک طلبتکم، این تقوا را شفیع قرار بدید که حتی خواسته هاتون برآورده بشه. عزیز من، حالا میان میگن که فلانی گفتش که تقوا داشته باشین دعاهاتون مستجاب میشه. خب خودم اون آقا خودشو یا اون خانم خودشم متقی میدونه دیگه، چون خیلی متقیه دیگه، راست میگه. بالاخره بنده خدا الان چندین ساله روزه میگیره، اعتکاف رفته، اون وقتا در عهد عتیق عمره هم رفته، حالا که دیگه نیست. بله خدمت شما عرض شد که بالاخره دیگه گل سر سبد دیگه. خدا نکند آقا کسی در مورد خودش اشتباه کند، خدا شاهده جوانان آدم شکست میخوره. برای همین گفتن محاسبت و نفس بکنید. یه وقت من گفتم خودم یه وقت اشتباه میکنم، گل سر سبد میدونم، اما محاسبه کنم ببینم نه بابا خیلی عیبا داره. سبحان الله، این محاسبه خیلی مهم است. آقا من امروز ببینم برخوردم چگونه بوده. بابا روایت داریم حضرت رضا علیه السلام میفرماید از ما نیست کسی که روزی خود را یک مرتبه محاسبه نکند. یه مرتبه، یه فهرستی بیا ببینون این روز دل شکستی یا نه، برخورده تند بوده امروز یا نه، چی بوده. میفرماید اگر دیدی بد کردی استغفار کن، خوب کردی شکر کن، خدا زیاد کنه. خلاصه خیلی خوب، حالا میاد میگه فلانی گفت که بله نهج البلاغه هست که به شفیع اندل درک طلبتکم، که این تقوا را شفیع قرار بدید برای برآوردن حاجتاتون. خب من با تقوایم دیگه، من فلان کسم با تقواست چه برآورده نمیشه؟ از این چراها زیاده. عزیز من ببینید، آقا سخن پیغمبر اکرم رو باید قبول کنیم. براتون خوندم حدیثشو که اگر دعا کنیم یا اون خواستمون داده میشه یا بلاها دور میشه یا ذخیره میشه. اینا را قبول بفرمید. این سخن پیغمبر، فردا شب قدر میاد، میرن تو منابر میگن که خدا قسم یاد کرده که امشب هیچ کسو محروم نکنه. آقا اجابت عزیز من یه معنای خاصی داره، یه معنای عامی داره. خواستش اینه که همون چی میخوای بدم بهت. گاهی وقت میشود که خواست میدن. البته یه خانمی از دنیا رفته، شما او را نمیشناسید و من هم دایی ندارم توضیح بدم، فرزند او یک عالم ربانی است، خدا انشالله حفظش کنه. این خانم یه ریاضتی را متحمل شده بود، یک موهبت شده بود بهش، اینو من میدونم، اطلاع دارم، منتها دیگه مرحوم شده، رفته از دنیا دیگه، الان نیست که مثلا بگیم که ایشون کجاست و ما پاشیم بریم. من یه دفعه ذکر خیر، مثل اینکه شاید آقای قاضی رو در منبر کردم،
بعد من یه نفر میگه ایشون کجا هستن خدمتشون برسیم. نه آقا جون خدا عمرت بده واسط کجاست. آره برو وادی السلام تو قبرستان وادی السلامه. بعضی فکر مثلا گوش نمیدن، یه 50% 20% گوش میدن بعد میرن به خونه هاشون اشتباه میکنن، بعد حرف گوش داد. خدمت شما عرض شود که بله این خانم عرض میشود که مثل این که خانم های دور بر مانند خواهر شوهر. بعضی خانم ها معتقدن که خواهر شوهر گوش تلخ به ذات هست. به ذات گوش تلخه. اینجوری فکر میکنن. حالا خدا میدونه. به هر حال اینجوری. خلاصه یه چیزایی بهش میگفتن. ایشون یک بار به شوهرش منعکس نکرده بود، اذیتش میکردن. شوهرش هم عالم بود، من میدونم اونم عالم بود. خلاصه آقا خدا به ایشون یک مقامی داده بود، به این خانم هرچه میخواست میشد. خیلی عجیبه. کارهای خیلی مشکل که پیش میمد میرفت یه اتاقی، ده دقیقه بعدش میمد بیرون، کار درست میشد. یه چیزایی هست که آقا جزاش اصلا پاداشش نقده. ابن سیرین هم که میگن در تعبیر خواب عرض شود موفق بود، میگن یه کار شبیه کار حضرت یوسف علیه السلام رو کرده بود. حالا اون پیغمبر بود، اما خلاصه این در این یک بود تشبه پیدا کرده بود به او، مثل که دامی براش گسترده بودن، از این دام رها شده بود، خدا تعبیر رو بهش موهبت کرده بود. البته تو حاشیه براتون دارم عرض میکنم به عنوان کتاب شناس، این از من داشته باشید، هر کتابی دیدین به عربی یا به فارسی ابن سیرین روش نوشته دروغ محض است. ما از ابن سیرین کتاب نداریم. یه چیزایی که در ضمن تذکره ها تاریخ پراکنده نقل شده، کتاب مستقل از ابن سیرین نیست. آقا تو ویترین دیدین کتاب تعبیر خواب ابن سیرین، نخرین، دروغه. کتاب های تعبیر اصلا نخرین، من توصیه میکنم، چون آدم دیوونه میشه، فقط مال خولیا میگیره. آقا روغن بنفشه دیدی خالت میمیره. نه گله چی دیده چی میشه. اصلا اینا مزخرفات. آقا تعبیر اصلا در کتاب نمی گنجه. گفت حدیث عشق در تعبیر نباش، در دفتر نباشد. بابا تعبیر موهبته. تو که خواب دیدی، شب اونجا خوابیدی، یه چیز در عالم مثال میاد. عالم مثال، در عالم مثال معلوم است رنگش چیه. بعد در لوح نفس که منطبع شد رنگ پیدا میکند. علم میخوای پیدا کنی، میاد اونجا در عالم مثال شاید بی رنگ باشه، شاید در لوح نفس که میاد رنگ شیر، همون شیر که میخوریم، به خودش میگیره. میری به معبر میگه که خواب دیدم شیر میخورم. میگه چی؟ میگه علمت انشالله زیاد میشه. علم به صورت شیر در نفس منطبع میشه. ممکنه در عالم مثال هیولانی باشد، اصلا دست نخورده باشد. حالا اون نمیخوام الان در این رابطه صحبت کنم، یعنی طور زمینی دارم عرض کنم خدمتتون. حالا آتش مثلا در خواب دیده، به این همسایه‌اش میگه، به این خانم جلسه میگه العیاذ بالله هذا مقام الاعز بکم، این خانم جلسه. همه شون نمیگم جهنم نرم، ولی نوعاً بیشترشون موریانه های اسلامن، مضر به اسلامن. خدا پناه میبریم به تو، ای خدا ای خدا، چی کار کنیم؟ خود دردمونو به کی بگیم؟ خانم فرمودن، یعنی وحی نازل شده. وای وای وای، برای پیغمبر اینقدر نمی لرزیدن مردم. خانم فرمودن حالا بیا درستش کن. خدا تو شاهدی، همشون رو نمیگم، اونایی که مضرن اونا رو میگم. حالا آتش در خواب دیده، خونشون دور از جون آتش گرفته. خب خانم چیکار کنم؟ برو صدقه بده. ها؟ خب نمیدونی حرف نزن دیگه، بگو خیره. هر کس ببینه خونش آتش گرفته برکت میاد تو خونش. تعبیر آتش برکته. اون تا آدم عوام نمیفهمه میری صدقه میده. خلاصه حالا یعنی اینو میخوام بگم که وقتی که میفرمد تقوا داشته باشید خواسته برآورده میشه،
گاهی وقتا این خواسته ها بالخصوص آثار وضعی یک اعماله، این نقدن داده میشه. ابن سیرین نقدن بهش داده. آقا بفرمید، تعبیر خود مال شما. اون خانم نقدن بهش دادن، مستجاب الدعوه شد. اما حالا این نیست که تقوا داریم هر چیزی که بگیم همون میشه. نه آقا، استجابت عام شامل ما میشه. ها استجابت عام اینه که یعنی یا خواستت رو میدن یا بلاها دور میشه یا ذخیره میشه. اینا دیگه پیغمبر اکرم فرموده. خب خیلی خب، پس چه شد؟ و شفیعن لدرک طلبتکم، تقوا را شفیع قرار بدید برای برآوردن حوائجتون. ای وای، آخه همش این دنیا که نیست عزیز من، ما اونورم داریم. آخه شما الان روزه رو برای چی میگیرین؟ برای اون طرف میگیرین روزه رو. و شفیعن لدرک طلبتکم و جنتن لیوم فزعکم. جنت یعنی سپر، یعنی زره سپر. روزه رو برای روز فزعتون، اون روز قیامت، برزخ، بر اون اوقات ترسناک، برای اون اوقات سپر قرار بدید. لا اله الا الله. و مسابیح لبطون قبورکم، این تقوا رو چراغ‌های قرار بدید برای اون درون قبراتون. بابا قبر تاریکه، مگر خودت نورانی کنی؟ حالا قبرم من در گذشته گفتم دیگه، نمیخوام تو همین درسای صحیفه هم گفتیم، در قبلم گفتم، ضبطم شده، نمیخوام تجدید کنم بحثو. اما قبر گفتیم که دو معنا دارد. یه قبر دنیا داریم، همون جایی که انسان رو برم میذارن. یه قبر برزخی داریم. معمولا صحبت از قبر میشه در روایات، مقصود قبر برزخیه، نه اون قبر بهشت زهرا. این قبر بهشت زهرا نه تنگ میشه نه گشاد میشه. عزیز من ببین، این دیگه ببین، عوام بازی نباید در بیاری. حقایق اسلام رو باید مردم بگیم. حقایق این است که اون قبر برزخی است که در برزخ شخص اونجا هست که تا قیامت برپا بشه، حالا فشار اونجا به نسبت خودشه، عذابش به نسبت خودشه، اون قبر برزخیه. حالا میگن که یه وقت از قبر، بعض قبرها دیدن که آتش داره بلند میشه، میگن تو حکایت هست دیگه. از بعض قبرها باز شد، دیدن یه باقیه. ببینید اینا دو قسمه عزیز من، خواهران برادران، اینا دو قسمه، قسم سوم نداره. به حصر عقلی دو قسمه، حصر استقرایی هم نیست که بعدا بشه سه تا چهار تا. اینا یا دروغه یا مکاشفه بزرگان بوده. مکاشفه میشه چرا؟ بعض بزرگان دیدن مثلا یه قبری آتش بلند میشه، خدا خواست نشون بده که صاحب این در عذاب. ولی آتش دنیا، آتش آخرت اینجا نمیاد از نظر علمی. و خلاصه حالا قبر برزخی بالاخره تاریکه، این قبر برزخی رو باید ما روشن کنیم. خودش تاریکه. شما ببینید در صحیفه سجادیه میگه که خدای من تو را حمدی به جا میآورم که ظلمات برزخ را روشن کند. معلوم میشه که برزخ در اصل تاریکه. توجه فرمودید؟ و مسابیح لبطون قبورکم و سکنن لطول وحشتکم. میگه این تقوا را آرامش قرار بدید برای وحشت اون قبر برزخی، که اونجا یه وحشتی خواهید کرد. این اونجا آرامشتون میده، بالاخره روشن میشه، آرامش میشه. خب اینجا خیلی حرفا هست که الان دیگه گفته نمیشه. همین اندازه بدونیم که تقوا دنیا و آخرت ما را آباد میکنه. در این دنیا آدم با تقوا راحت. عزیز من، خدا شاهد، اینا که تقوا ندارن ناراحتن. اینا که برای مردم نقشه میکشن، کارای خلاف بکنن، اینا ممکنه به طمع اون پول، اون درآمد که کره کورشون کرده خیلی زحمت بکشن،
ولی نمیدونن که اینا آرامش ندارن اصلا، خواب ندارن. عزیز من در قرآن میفرماید و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، اصلا جهنم برای کافران، کافران بر کافران احاطه داره. الان تو جهنمه، نگاه نکن میگه میخنده، ماشین میارن سوار میشه میرن فرودگاه، اونجا نوکر کلفت بیسیم دنبالش را میرن، آقای رئیس جمهور، آقای فلان عنوان، آقای در فلان جای دنیا، خلاصه مثلا در اروپا، آمریکا، شرق غرب، هر کجا که هست، مثلا میگم اون کفار را میخوام بگم، مسلمین را عرض نمی کنم، چه میگه محیطم بالکافرین. اونجا الان آقا قصری داره برای خودش، کاخی داره، هر چی داره، اما در جهنم نمیدونه. این شرح خیلی علمی داره، نمیتونیم الان وارد بشیم. یه مثال فقط ساده میزنم که یک سالونی رو فرض بفرمید که خیلی بزرگ باشه، یه عده برن اونجا یک قفل بزرگم بزنن، پذیرایی هم بکنن اونجا، آقا هست شربت شیرینی چای، برای تای سالون یه کوره ایه، میگه تو آخرت به اون کوره میری و اینجا الان هیچ نمیتونی فرار کنی. آقا چطور؟ بله دیگه نمیتونی فرار کنی. چرا؟ در قرآن میفرماید همون روز ما این را آتش نمیزنیم که الان احاطه است، جهنم احاطه کرده، اما یسلونها یوم الدین، روز قیامت میرن توش، تا اون موقع خبری نیست، تا اون موقع پذیرایی هم میشه. استدراج پس چیه؟ استدراج همون پذیرایی داخل جهنمه. آقا استدراجه، زینب کبری سلام الله علیها علم لدنی داشت، استاد با قامت بسیار رسا جلی یزید ملعون، حکومت دستش بود، جلاد در طرفینش بود، فرمود خیال نکن که الان تو حکومتی داری و ادعای زد اطاعت میکنن، تو مستدرجی. مردم خیلی حرفه ها، یه خانمی که به صورت اسیر است بیاد از این معارف عالیه بازگو کند که تو استدراج شدی. مستدرج همینه دیگه، مستدرج اینه. در حدیث هست که میفهمد اگر ضعفای مؤمنین قصه نمیخوردن، من دستمال به سر کافری میبستم که سردردم نگیره حتی. منتها این را ضعفای مؤمنین نمیفهمند، این پذیرایی استدراجه. میگه ببین ما یه امرو دعای کمیل خوندیم این خونمون الان، گاهی وقتا میگن ها 80 متر خونه داریم، 50 متر خونه، ولی این ببین 2000 متر خونه، 5000 متر خونه، شن دعای کمیل. بابا این رو نگاه نکنید، الله اکبر. استدراج، استدراج همین پذیرای خداست. یعنی چشم میشه که بست، میگن هازهی جهنم اللتی کنتم توعدون. بفرمید، مرحوم پدرم میگفت که این کافرا که میمیرن، میگفت در اون لحظه اول یه دوره فلسفه کلام درسشون میدن، اینجا آدم باید چقدر تلاش کنه بفهمه معاد یعنی چی، جهنم یعنی چی، بهشت یعنی چی، ولی اونجا خیلی فوری هازه جهنم اللتی کنتم تو آدم. بفرمید، میشه متخصص علم کلام. بفرمید، خیلی زیباست. علی کل حال، بله، حالا ما که الحمدلله کافر نیستیم، ما شیعه امیرالمومنینیم، مسلمانیم انشاءالله. فمصابيح لبطون قبوركم وسكنا تسكنون فيه وتطمئن اليه نفوسكم. هذا میاد میگه بعد اون مال شارح عطف سخن امیرالمومنین باشد، اینطور میشه که وسكنا لطول وحشتكم، چون تقوا را آرامش برای اون وحشت های برزخ قرار بدید. پس دیگه آقا آدم در دنیا آرامه، دعاها مستجابه، آدم پاکیزه است، بیت آدم برکت داره. خدا شده برکت این نیست که یک گونی برنج یه دفعه مثلا باد کنه بشه سه گونی. برکت یعنی آرامش، دلخوشی، پاکیزگی. حیات طیبه یعنی چی؟ حیات طیبه یعنی همین. خدا رحمت کنه علامه جعفری، آدم واقعا دلش میسوزه، یه وقتی ایشون در مورد حیات طیبه حرف میزدن در یه مجلسی شنیدم. خب ایشون مرد بزرگی بوده، فیلسوف بوده، فقیه بوده، عارف بوده، داشته حرف میزده، یه نفر از وسط پا میشید، جدی نتفه افتاده ها، میگه آه اینقدر زحمت نکشید، بالاخره یکی تو حیات میشین یکی تو آپارتمان. ما
آره متوجه حیات طیبه، فکر کردن حیات میگه، حیات طیبه. بله حیات طیبه با تقواست انشاءالله. بقیه مبحث باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.